با درود گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم دانش فروغی سال برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیرم. امروز در بحث بسیار بسیار جالبی که با دوستان داریم راجع به دروغگویی هست. در برنامه امروز ما آقای شهرتی برنامه را اداره می کنند و خانم دکتر رشیدیان و خانم دکتر سویده فر با ما هستم. علت اشکالات که فنی که داریم مجبور هستم به خانم دکتر رشیدیان بعد از خوش آمد گفتن یک پیش گفتاری داشتم و بعد زمان بندی بکنیم که به چه صورت این وقت رو باید تنظیم کنیم. در هر حال خیلی خوش آمدید خانم دکتر رشیدیان، خانم دکتر سویده فر و دوستان همیشگی و همکارانی که امیدوار هستم این برنامه بتونیم یک جایی برسیم مردم در کشور ما راجبش بیش از اینها صحبت بکنن. گویی که همین الان هم که معلومه هزاران بیننده داریم. خب مسئله دروغگویی رو اجازه بدید پیش گفتار بگم در خانم دکتر رشیدیان شما شروع خواهید کرد. مسئله یکم میخواستم خیلی سپاسگزاری بکنم از آقای دکتر در واقع پروفسور عباس میدانی به دلیل اینکه سال هاست به اصطلاح تحقیق میکنه راجع به اینکه حقایق کشف بشه، بنابراین از چیزی که حقیقت نباشه یا درستی درش نباشه میتونه فریب باشه، میتونه دروغ باشه، میتونه بالاخره حالا بعضی ها میگن سیاسته، حالا هرچه هست. در برنامه ای که آقای میبودی داره اینشو میدارین، خود آقای میبودی یک روزنامه‌نگار بسیار برجسته و صاحب نامیه در میان همه همکارانش، ولی پروفسور میرانی کار مهمی که انجام داده کشف یک دروغ بزرگ در مورد رضا شاه کبیر و کشف ایشون در اینکه چرا مردم ایشون کبیر میدونست. من فکر ما بهتره که در این برنامه رو که به صورت هفتگی ایشون معمولا روزهای سه شنبه اگه اشتباه نکنم بله دارن ببینند، من فکر میکنم خدمت بزرگی است به دلیل اینکه متوجه میشن چگونه میس انفورمیشن یعنی اطلاعات غلط میتونه یک نوع دروغگویی وارونه باشه. یعنی وارونه از نقطه نظر اینه که از کسی سوال نمی کنن ولی بهش میدن اون اطلاعات غلط رو. مثلا فرض بفرمایید که یه مثالم میذارم میریم سر صحبت خانم دکتر رشیدیان. مثلا فرض بفرمایید که در نور یه شهر خیلی خیلی کوچک شمال هست، من بارها خودم اونجا رفتم و خیلی به محیط شمال اصولا آشنا هستم چون خودم شمالی هستم. حالا ببینید در نور یک خانومی به اسم آرزوی بدری به دلیل اینکه حجاب رو رعایت نمی کرد و دستگیر شده بود و قرار بود که اتومبیلش ضبط کنند و به او اعلام شده بود که باید اتومبیلش ضبط بشه و میاد و در جایی قرار میگیره که احساس میکنه که قرار کمی الان بگیرن اتومبیلشه، بنابراین فرار میکنه. خب فرار که میکنه اون افرادی که اونجا بودن مسئول بودن مثلا یک جانی یا یک جاسوس یا یک
فردی که اونجا جاسوس ها که خیلی خیلی راحت میتونه تو کشور ما باشن، ولی یه هموطن خودشونه نتونستن تحمل بکنن، چون نور یه شهر کوچیک تو میتونستی بری دنبالش پیداش بکنی، این اصلا لازم نبود که با گلوله باران بکنی. شده گلوله ها به صورتی بخوره که هفته هاست که در بیمارستان با هواپیما بردنش آوردنش از قرار معلوم. و با همه این حرفا ایشون هنوز در حال درمانه. موضوع این نیست، موضوع اینه که اومدن و ازش اعتراف گرفتن، اعتراف به این که به هر جهت معنیش که یعنی واقعا خیلی خوب کاری کردید، این گلوله به من زدید به دلیل اینکه من سزاوار این گلوله خوردن بودم. معنی اون اعتراف نامه دارم اونجا چی نوشتن، چگونه انگوش مر زده، چگونه امضا کرده، اینا اون چیزهای جزئیشه که برید بررسی کنید اگه دلتون خواست. ولی هم خنده ما ببینید، حالا میان میگن که ایشون به جریان پلیس ایست داده بهش نیست داده. خب نیست داده این نیست داده باید با گلو ببندن. شما در چه موقعیتی این کار میتونه عملی باشه؟ یه موقع شما یه جاسوسی رو دنبال کردید و میدونید که مرده اطلاعاتیه، یه دفعه دستون در میره، خب حالا میخوای بزنیش بزن. ولی وقتی که بی عدالتی از اینجا شروع میشه که هر کسی بتونه قادر باشه، یعنی این آتش به داری که داده شده به هر کسی، جوانهایی که شاید فکر میکنن اگه امروز بتونن این وظیفه آتش به اختیار انجام بخورن یه ساندویچ بهشون بدن. من نمیدونم، اینا رو دارم روایته. به هیچ وجه مثل آقای دکتر میلانی داره تغییر دارم، یعنی ریسرچ علمی راجع به این موضوع انجام ندادم. ما منبع اطلاعاتمون شما ها هستید، با تلفن میکنید به ما میگید، لطف میکنید، پولتون خرج میکنید، تلفن میکنید، گوییم که بعضی ها با واتساپ این کار میکنم، ولی به طور کلی اینه. در هر حال این یه نوع دروغگویی به مردمه که ایشون به چه دلیلی این گلوله رو خوردن، در حالی که خب اومدن گفتن به پدر مادرش که شما مثلا بیایید و رضایت بدید و اینا، ما بقیه مخارج موضوع میدیم. حالا اینا چه داستان هایی داره واقعا. یه موقع وقتی که ما تیراندازان و افرادی که صاحب نام بودن، شما در راهنامه فردوسی نگاه بکنید که اون چیزی که موقعی که صحبت پهلوان ها می کنند، همین گویم از ببر و شیر و پلنگ، نه کفتار و روباه و افعی به جنگ. ببینید یعنی وقتی از پهلوان ها صحبت میکنه مثل شیر، نه مثل روباه که بیاد با هزار حق بازی بخواد حقیقت جور دیگه جلوه بده. خیلی صبور بودید خانم دکتر رشیدیان، خانم دکتر سویده، خیلی خیلی خوش آمدید و به قول معروف صفا بودید. بفرمایید. خواهش میکنم. هم با درود فراوان خدمت همه عزیزان که الان در این ساعت با ما همراه هستند، شما جناب آقای دکتر فروغی، خانم دکتر سپیده، آقای شرودی و تلویزیون پارس و همه که الان دارن در این جمع هستید، واقعا خوشحالم که میتونم در خدمتون باشم امروز هم. برای این خانم و همه
هموطنان عزیزی که به هر فرم مختلفی دچار مسائلی شدن از این قبیل، براشون آرزوی سلامت میکنم و بهبودی هر چیز زودتر و متاسفم از اتفاقاتی که براشون افتاده. همونطور که من به صحبت‌های شما گوش میکردم، به ذهنم اومد که ما به طور تاریخی وقتی که نگاه میکنیم در سرزمینی ما بزرگ شدیم که بزرگترین گناه دروغ گفتن بوده. در کتاب اوستا گفته شده که مردم دروغ نباید بگن. نگاه میکنیم به شاعرای ما مثل فردوسی. فردوسی 1000 سال پیش گفت زنیرو بود مرد را راستی، ز سستی دروغ آید و کاستی. و یه جای دیگه که بسیار من این شعر رو همیشه دوست داشتم، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. و همچنین به ما یاد دادن بزرگ شدن، حداقل من یاد گرفتم که دروغگو دشمن خداست و فکر میکنم که همه ما با این فریز بزرگ شدیم و اینو ما همیشه سعی کردیم، به ما یاد دادن و بعد ما هم اینو به فرزندان خودمون یاد دادیم. پس میبینیم ما یک تاریخچه خیلی قوی و غنی داریم که چطور دروغ رو همیشه به ما یادآور کردن که دروغ ما رو به جایی نمیرسونه و بالاخره یک جایی خودشو میاد نشون میده، یا دیرتر یا زودتر. و وقتی که ما تاریخچه رو نگاه میکنیم میبینیم که در طی تاریخ در همه جای دنیا دروغ به کار برده شده و حتی ارسطو در یک جایی گفته که کسی که دروغ میگه یا مملکتی که بر اساس دروغ هست هیچ وقت نباید این شرایط و هرچی که گفته میشه یا انجام میشه باور کرد، به خاطر اینکه یک نفر یا یک گروه وقتی که میان دروغ میگن نشون دهنده اینه که اونا همیشه میتونن دروغ بگن و نتیجه بر اینه که ما نمیتونیم به این افراد هیچ گونه اعتمادی داشته باشیم و اینکه چطوری به هر حال سیستمی که پیش میره بر چه اساسی هست. از لحاظ اپیدمیولوژی وقتی که ما نگاه میکنیم ببینیم مثلا دروغ از کجا در میاد و کی شروع میشه، میبینیم که افرادی که دروغ میگن به طور کلی ما بیایم روانشناسیشو در نظر بگیریم، میبینیم که از دوران کودکی به بالا و قبل از اینکه یک شخص به سن بخواد مثلا 17-18 سالش بشه دیگه یاد گرفته که دروغ میتونه بگه. و معمولا این تیپ افراد رو وقتی که نگاه میکنن و بررسی میکنن میبینن که از لحاظ کلامی از اوریج به پایین تر هستن و میبینن که از لحاظ رفتاری اون قدرتی که باید از لحاظ اینکه بتونن کاراشون رو انجام بدن اونا هم از اوریج چیان خیلی پایین تر هستن. بنابراین این تیپ افراد میشه به خاطر اینکه به هدفهاشون برسن میان و از فلسفه دروغ استفاده میکنن. باز هم وقتی که ما اینا رو بررسی میکنیم میبینیم که تقریبا 30% از افراد که دروغ میگن و بعد با همدیگه یه گروه تشکیل میدن، میبینیم که از خانواده های اومدن که خیلی وضعیت کیاتیکی داشتن و اونجا یاد گرفتن که میشه دروغ گفت که بتونن به قول معروف زنده بمانن. و بعد میبینیم که میزان دروغ گفتن بین مرد و زن مساویه و همچنین تقریبا 40% از افرادی که دائم دروغ میگن یه اختلالات روانی درشون هست. حالا چرا مثلا مملکت میاد در یک سطح وسیع‌تر دروغ‌هایی گفته میشه و اصرار هست که مردم اونا رو قبول بکنن؟ یک نویسنده معروف به اسم جان میرشیمر گفته که معمولا کشورها و پالیتیشنها میان دروغ‌هایی که به مردم خودشون میگن
به خاطر در اصل اینه که مردم رو محبوس نگه دارن. ولی خب میبینیم که این دروغ‌ها در اکثر جاها نه تنها مردم رو محبوس نگه نمیدارن، بلکه بیشتر مردم رو گمراه هم میتونن بکنن. پس بنابراین اومده این نویسنده معروف 5 تا 9 رو اعلام کرده، نوشته در این کتابش که این دروغ‌ها به چه فرمی دستبندی شده و اینها رو چطوری میان پخش میکنن. یکی دروغ‌هایی هست که فقط مختص خود داخل اون گروه، مجموعه یا کشور هستش. یه سری دروغ‌هایی هستش که باعث ترس اون مجموعه مردمی میشه که در این زندگی میکنن. یه سری دروغ‌هایی هستش که یک سیستمیه که به خاطر اینکه بیان کاور بکنن و کسی نفهمه که چه اتفاقی میفته. و یه سری هم دروغ‌هایی هستن که فقط بین مردم یک شایعاتی پخش میشه. و یه سری دروغ‌هایی هم هستش که در حقیقت میگن که این یک حالت دروغ سفید یا وایت لایت هستش، یا گری لایت هستش، یا رد لایت هستش. یعنی میان یک هر کدومو اونا رو هم میان کاتگورایزیشن دیگه بهش میدن. ولی به طور کلی وقتی که طبق گفته این نویسنده، وقتی که خوب همه اینا رو توضیح میده در کتابش، میبینیم که اسم کتابش هست Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics. این کتاب سوی 2011 چاپ شده. میبینیم که نهایتاً پنهان کردن حقیقته، حالا به هر فرمی که میخواد کاتگورایز بشه. و چه افرادی از این دروغ گفتنها بهره برداری میکنن، چه افرادی ضرر میکنن، بستگی داره به اینکه دروغی که گفته میشه هدف چی هست پشت اون دروغ، این دروغ ها در چه زمانی و به چه طولانی مدتی میخواد ادامه پیدا بکنه. نهایتا خودکام خوبی نداره. کاملا در همین مورد از جاهای مختلف و جریان های مختلف سودبری هایی که ادهی راجع به موضوع دارن. مثلا فرد فرمه ببینید، ما مواجه هستیم با اینی که خب توی جریانات اعتراض نسبت به معیشت، اعتراض نسبت به کل نوع حکومتی که سرکوبی میکنه، خب مردم معترض شدن، معترض بودن. بعضی از جوانهای ما در خیابان‌ها کشته شدن. حالا شما نگاه بکنید مسئله دروغ، ببینید به کجا میرسه. حالا من همه اون داستان‌هایی که راجع به این قضیه است باید راجعش کتاب‌ها نوشت که می‌نویسم، که دارم می‌نویسم دونه دونه. ولی ببینید مهدی کرمی، یادتون هست محمد مهدی کرمی که کشته شد و پدرش آقای مرتب با پدرهایی که به قول معروف داغ دیده بودن در تماس بود، صحبت میکرد. حالا یک دفعه ایشون اومدن پدر گرفتن، یعنی ماشاءالله کرمی 8 سال به دلیل اینکه این برای پسرش اینقدر ناراحت بوده، بردنش دادگاه، 8 سال زندان، مصادره خانه، مصادره اموال، اتومبیل و طور کل این قرار کردن. به چه دلیل کردن؟ اینجاست قضیه، مسئله دروغ اینجاست که ایشون برخلاف نظم عمومی و برخلاف علیه دولت داره اقدام میکنه. ایشون فقط و فقط به دلیل گریه‌زاری زیاد، به دلیل غمخواری زیاد، به دلیل اینه که دلش برای بچه سوخته بود داره فریاد میزنه. ببینید از لحاظ روانشناسی چقدر درسته که اجازه بدن فریاد چه بزنه. حتی
امون مراجعه میکنم میگم واقعا خیلی خیلی دل پر، گاهی اوقات که تنها هستی یه ذره داد بزن، حالا اگه تو خونه نمیتونی گاهی که سوار اتومبیل میشی شهر میری بیرون یه ذره فریاد کن، این از وجود بیرون. حالا شخص نیست، حالا آمریکایی ها یه اون تکنیک سرکوبی رو اینجوری یه از هر کسی که ناراضی هستی قیافش رو مجسم بکن و انگار بکن که این بالشی که جلوی تو هست کله اون طرفه و شروع بکن به کوبیدن این بالش. حالا یکی از تکنیک هایی که مردم به دلیش رو بیاد پایین، حالا البته روش هایی دیگه از خود ملت میدونن که باید چیکار بکنن، در هر حال نقطه های بسیار مهمی اینجا هست. شما نگاه بکنید یه چیزی پیش میاد به اسم مسئله اعتصابات. حالا من نمیخوام ادارم میخوام خانم دکتر سپیده راجب الان ما میدونیم که خودکشی هایی که توی پرستارا بوده، حالا که یه مقداری همبستگی هاشون زیاد شده الان اینجا که معلومه در 25-30 در 6 شهر متفاوت اینا دادخواهی دارن میکنن، دارن به چه دلیل بدن که بهشون دروغ گفته شدن و هر جهت خانم دکتر سفیده راجع به این موضوع صحبت بکنن به دلیل این که کار پزشکا مخصوصا خودکشی پزشکا هم میخواد صحبت بکنن این مقدار عدن اولی موضوع بفرمایید. کنم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و همینطور سرکار خانم دکتر میترا رشیدیان و همینطور آقای شهرتی و تمام بینندگان عزیزمون که امشب در خدمتشون هستیم. در مورد اعتراض پرستاران اجازه بدید که اینطور شروع کنیم با یه بیماری به نام سندروم کاروشی شروع کنیم که در واقع میتونیم بگیم یه مبدعی بود از شروع تظاهرات امسال در مرداد ماه. یک سندرومی به نام سندروم کاروشی هست که در واقع اولین بار در دهه 60 یعنی بین حدودا سال 1967 بودش که یک فردی توی ژاپن که در واقع در یکی از کمپانی‌های بزرگ روزنامه کار می‌کرد و مسئول جابجایی این روزنامه‌ها بود، به طور ناگهانی علی‌رغم اینکه جوان بود و در سلامت کامل از نظر حالا ظاهری در ظاهر به سر می‌برد فوت کرد و خیلی افکار اذهان عمومی رو اون موقع به خودش جلب کرد به لحاظ اینکه برای همه سوال برانگیز بود که چرا این اتفاق افتاده. با گذشت زمان دیدن تعداد مرگ‌های این فرمی داره زیادتر میشه تا اینکه در دهه 80 سال 1000 و حدود سال بین سال 1980 تا 1986 اینا بودش که دیدن که با رشد اقتصادی کشور ژاپن و بالا رفتن ساعت کار کارمندا این اتفاق داره، این مرگا داره بیشتر و بیشتر میشه و اونجا بودش که به صورت رسمی بیماری به نام سندروم کاروشی رو مطرح کردن که در واقع به علت این هست که افراد به علت ساعت کاری بالایی که دارن و استرس بالایی که اون محیط کار براشون ایجاد میکنه دچار مشکلات جسمانی و روحی میشن. مثلا از نظر جسمانی دچار خستگی بسیار مزمن و شدید میشن، دچار اختلالات خواب میشن، دچار علائم گوارشی مثل درد شکم، اختلالات هضم، سوء هاضمه میشن و همینطور به لحاظ روحی دچار استرس شدید، افسردگی، افکار خودکشی و علائم این چنینی میشن. و این افراد اگر که این فشار کاری از روشون برداشته نشه، این بیماری، این علائم، این مشکلات میتونه انقدر شدید بشه اونا در معرض سکته قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های اینچنینی قرار بده و در واقع در مجموع یعنی عامل اولیه‌ای که این مسئله ایجاد شد که ایجاد میشه که این بیمار اینقدر این علائم شدید ایجاد بشه که منجر به سکته مغزی ناگهانی، سکته قلبی ناگهانی بشه، همون داستان لود کاری زیاد هست که در به عنوان سندروم کاروشی مطرح میشه. چرا این رو صحبت رو کردم؟ به خاطر اینکه متاسفانه ما روز 15 مرداد یکی از پرستاران عزیزمون رو از دست دادیم که در واقع علت مرگش هم بیشتر این زمینه در زمینه سندروم کاروشی مطرح شد که به خاطر لود زیاد کاری بوده و از اونجا خب اعتراضات بیشتر و بیشتر شد
و متاسفانه این اولین باری نیست که ما این مسئله رو میبینیم. در مورد پزشکان ما همینطور بوده، خودکشی هایی که پزشکای ما، پرستارای ما میکردن خیلی وقتا در این زمینه بوده. و علارغم اینکه کادر درمان مداوم از سالها پیش دارن اعتراض میکنن نسبت به این قضیه، ولی متاسفانه در واقع راهکاری براش ارائه نمیشه و شرایط داره روز به روز بدتر میشه. من میتونم درک کنم که تحت چقدر این پرستارهای ما الان تحت فشار هستن، به خاطر اینکه من چندین سال قبل، حدودا فکر میکنم 6-7 سال پیش، سالهای آخر درس من بود، اون زمانی که من توی بیمارستان شیفت میدادم، توی اورژانس بیمارستان، اون زمانی یادمه که به حدی بیمارستان اورژانس شلوغ میشد یه شبایی که ما حتی تمام برانکاردام پر مریض بود، ولی باز هم مریض بود، مریضا رو زمین حتی میخوابیدن و اون اورژانسی که شاید بالای 50 نفر مریض بدحال توش بود کلن 2 تا پرستار داشت و یه فکر کنید شما 2 تا پرستار داشت توی اون تازه بین همون 50 تا مریض، شما فکر کنید که چند نفر مریضایی بودن که باید میرفتن ICU ولی ICU تخت خالی نداشت و فکر کنید اون 2 تا پرستار تو اون تایم شیفتشون چقدر تحت فشار قرار میگیرن و کافیه یک اتفاق کوچیک بیفته سری بازخواست میشن که تو به اهمیت ندادی به مشکل بیمار و به خاطر تو بود که این اتفاق افتاد. و در مورد پزشکام همینطوره، فرقی نمیکنه. و خب اعتراضات همیشه بوده ولی متاسفانه به جایی نرسیده و حالا فکر کنید این حجم لود کاری هست، حقوقا رو پرداخت نمی کنن، دوباره پرستارا مجبور میشن برن شیفتای اضافه تر بردارن، دوباره حقوقا عقب افتاده. و خب فکر کنید در نهایت چی میشه؟ در نهایت همین منجر میشه به همین سندرم کاروشی، یا منجر میشه به همون داستان مهاجرتی که توی در واقع برنامه قبلی ما باشون صحبت کرد راجبش صحبت کردیم. چرا افراد مهاجرت میکنن؟ چرا افراد تحصیل کرده ما مهاجرت میکنن وقتی که این حجم از لود کاری رو داری، پول دریافت نمی کنی؟ یه پرستار چرا مهاجرت نکنه؟ قطعا مهاجرت میکنه و بعد این یه سیکل معیوبه دیگه. نه، پرستار مهاجرت میکنه، تعداد پرستارهای کشور کمتر میشه، فشار کاری، لود کاری رو پرستارهایی که باقی موندن دوباره باز بیشتر میشه و همینطور این چرخه ادامه پیدا میکنه تا جایی که بالاخره سیستم تصمیم بگیره که یه راهکاری براش در نظر بگیره. ولی متاسفانه تا زمانی که این راهکار نباشه این مشکل هی بدتر و بدتر میشه و ما متاسفانه شاهد مرگ‌های بیشتر، خودکشی‌های بیشتری خواهیم بود در این زمینه. میخوام راجع به اینه که ما واقعا مواجه هستیم با یک گروه تحصیل کرده سرجوش کشور ما، پزشکا، پرستاران، حالا شما هم اینجور با هم خیلی چیزا رو مطرح کردید، ولی هدف من این بود که این گروه به خصوص که اینقدر دارن خدمت میکنن، مخصوصا پرستارهای ما که در خط اول جبهه مرگ قرار دارن، یعنی اولین بیماری، همین بیماری نمیدونم قابل به میمون که حالا مثلا اومده، اینم شما الان ما هزاران نفر ظاهر از پاکستان وارده این حالی نداریم به اینکه چرا حالی نداریم به تصادفی کردن پنهای نفر 30 و چند نفر 40 نفر شما مثل کسی و گرده مردن، یه تعدادش هم فخر شده، اینا خبرهای یکی میرسد آمارش درست نمیدونم، اگه این اشتباه بوده من درست ولی میدونم اینجوری شده. حالا منظورم چیز دیگه ایه، دیده شده که عجیب این مسئله عامل میمون در کشورهای آفریقایی خیلی زیاد شده و اینا هم خوب پاکستان از قرار معلوم بازم نمیدونم کن جام دیده شده و وقت بیاد به طرف ایران، حالا فرض بکنیم که از ایران هم یک راست اینا بدارم به طرف عراق، باز احتمال یک دیگه میتونست وجود داشته باشه. ولی جالب اینه که این میلیون ها پولی که خیلی آوردن اینا شده، اقلا اون سیفتی، اون تأمینی که باید این انسان، حالا بالاخره از پاکستان اومده فرق نمی کنه،
چه ایرانی چه پاکستانی اینا دارن میرن برای زیارت، شما محیط زیارت اونجا جنگ دبا کردن که از قرار من چند نفر زخمی شدن، اینا خبرهایی که تو تلویزیون وقتی که گفته میشه دو کلمه گفته میشه چگونه با حشد و شبیه ها مثلا جنگشون شده اونا روی اون امریکایی ها the battleground of the ظاهر اینا اونجا بودن، اینا یه جنگی از این نظر، دعوایی از این نظر شده و محیط ناآرام شده برای افرادی که میخواستن برن با خدای خودشون راز نیاز بکنن در اونجا مراسمی رو به جا بیارن. رو عقیده راجع به اون که اشکال نداریم، هر کسی میتونه دین خودش داشته باشه و افکار خودش داشته باشه، ولی ما مواجه هستیم که راه این مسئله با چه اندازه وانمودسازی شده. واقعا که انسان به ظاهر دروغ بگه دروغ. و خانم رشیدیان میخواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم. بفرمایید جناب. خواهش میکنم. ما متاسفانه ببخشید این خبرها رو که میشنفیم، سوال اول من اینه که همیشه چی کار میشه کرد براش. مردم همونجور که شما به درستی گفتید دنبال عقیدهش رو میرن و برای معذرت میخوام میخوام یه مقداری سرماخوردگی من اینجا تولید صدا من خوب نمیشنوام. صداتون اگه نصیب بله خواهش میکنم. معذرت میخوام از سرفه. بله حالا به هر جهت صحبت بله. اگر که مردم اطلاع کامل داشته باشن از اینکه چه اتفاقی افتاده و بس میخوام چه خطرهایی میتونه سر راهشون باشه، خب مسلماً یه تنظیم برنامه میکنن و سعی میکنن مواقعی برن برای کارهایی که میخوان انجام بدن که دچار بیماری نشن، دچار گرفتاری نشن. و باید دید که چی میشه که این اطلاعات در دسترس مردم قرار نمیگیره. غرض اون برنامه چیه؟ هدف چی هست که گفته نمیشه؟ و چی میشه که مردم خودشون تحقیق نمی کنن؟ ببینید الان ما میدونیم بعد از پندمیک هنوز مسئله پندمیک تموم نشده و حداقل میدونیم که در سراسر دنیا همیشه این هشدارهایی هستش که وقتی که انسان میخواد از یه جایی به یه جای دیگه سفر بکنه حداقل یک پیشبینیای برای خودشون بکنن. متا اینجا ما میبینیم که مردم به این گروه اعتماد میکنن و بر اساس اعتمادی که میکنن دنبال هدفهای خودشون میرن، دنبال برنامه ریزیهای خودشون میرن. بنابراین چرا این خطرها با مردم شریک نمیشه؟ چرا این گزارش ها به مردم داده نمیشه؟ اینا جای سوال هست و به هر حال من در این مورد سیاستمدار نیستم و نمیدونم که پشت پرده چه خبر هست، ولی امیدوار هستم که وقتی که ما میبینیم که مرگ انسان واقعا میتونه پیش بیاد به خاطر یک سفر، به خاطر اینکه یه اپیدمی جدید داره پیش اومده، یک بیماری جدید در حال شیوع هست، چرا اینا با مردم شریک نمیشه؟ چرا به مردم گفته نمیشه؟ چرا راه‌های پیشگیری به اصطلاح مطرح نمیشه؟ چرا مردم رو بیخبر نگه میدارن؟ هدف چی هست؟ من نمیدونم هدف چی هست واقعا. چطور ما نمیتونیم به هموطنان خودمون بگیم که وقتی که شما میری برای این سفر احتمال اینکه این بیماری رو بگیری هست؟ به همین سادگی. بله. چرا گفته نمیشه؟ نمیدونم. این هم بله. یکی از اون شرایط که این آقای نویسنده گفته که توی کاتگوری ها میفته که
به هر حال یک سری حرفا یا گفته نمیشه، نگفتن خبر هم خودش یک نوع پنهانکاریه، یک نوع دروغ هستش. آره. حالا ببینید، ما در برابر این قضیه وقتی قرار میگیریم خیلی چیزا میاد جلوی چشممون. یه دفعه شما نگاه میکنید که یک کسی در داستان گرمکت در بلخ آهنگری که به ششتر زدن در کجا نمیدونم گردن مسکری، حالا از این شهر اون شهر بوده، ولی شما حساب بکنید که یه خانمی اسم خانم فاطمه دادوند در ترکیه اومده میگه به داد من برسید، برای اینکه من خوب به دلایل فراری بودم، ولی حالا میخوان بچه من رو میخوان محاکمه بکنم به جای من. و خیلی خیلی عجیب این قضیه که مثلا مرسومه که اگه یه پدری یه کاری کرده باشه بیان سراغ پسرش، یا بالعکس همینجوری که داریم میبینیم این بی‌عدالتی ها رو مردم میبینن. و یک چیز خیلی عجیبی داره، ببینید ما شاهد بهش میگم ریزش، این ریزش یعنی انسان ها از جایگاهی که از لحاظ فکر، از لحاظ اندیشه وجود داشتند یا بیرون میشه. اون مسئله اتریشنه، یعنی توی قسمت ارتش وجود داره، مثلا دانشجوهایی که نمیتونن تمام اون شرایط رو که بهشون گفته شده بتونن از لحاظ بدنی، از لحاظ ذهنی، از لحاظ به اصطلاح تصمیم گیری، از لحاظ معلوماتی بسرونن، خب خارج این ریس اتریشن که توی ارتش امریکا هم خیلی خیلی مرسوم این موضوع هست. شما نگاه کنید در جامعه روحانی الان ما باید هستیم، با افرادی مواجه هستیم، امیدوارم که جز طرح و برنامه نباشه، ولی گاهی اوقات حرفایی میزنن، صحبتهایی میکنن روحانی، چون شرار نبود که روحانی بره خونه قصگی رو نمیدونن مال مردم بخور و از اینجور کارا قبلا مرسوم نبود. همیشه هم قرار نیست که این گروه کارشون جایی برسه که بتونن ادامه بدن، ولی هستن آدم هایی که یه اعتقاداتی دارن و راجع به اون اعتقادات خیلی پاک و صمیمانه با خدا راز نیاز میکنن. اصولا زیربنای انسان این، حالا بعضی ممکنه که بر ویران بگن اصولا به همه چیز، ولی ببینید ما جامعه ابتدایی رو که نظر بگیریم، ببینید تا چه اندازه این جامعه یک چیزی برای خودش درست میکرد که بتونه خودش حفظ بکنه. ما الان داریم آخوندهایی رو میبینیم که از بقول معروف از پاپ هم کاتولیک تر شدن، این ضرب المثل فارسیه، بسیار بسیار انتقاد میکنم، چیزهایی رو میدونم و چیزهایی رو میگم که ما خبرش نداریم. من صحبتهایی که اونجا میشه اینجا مطرح نمی کنم، اینکه بذارم خود اونا بکنن این کاره، ولی متفقه ما الان جامعه شناس های ایرانی رو که خیلی تو این جریانات کنن و در کشور دیگه هستن، اغلبشون آدم هایی هست که افراد تحصیل کرده که دلشون میخواد، یعنی ایران رو دوست دارم، عاشق سرزمین
مادری و خانه پدری، اینا رو دوست دارن، عاشق این هستن که اون مملکت و اون مردم پیش برن. برایشون نه اینکه بدخواه مردم دیگر باشن، ولی این مردم رو دوست دارن. ما عاشق این مردم. یکی از بزرگترین دروغ‌هایی که الان به پاسدان‌ها، به بسیجی‌ها، به نظامی‌ها، به گروه انتظامی و گروه توی قسمت‌های اطلاعاتی هستن گفته شده اینه: اگر ما بریم، اینا که بیان همه شما رو می‌کشن. دروغه. این بزرگترین خیانتیه که داره به شما میشه، چون از همین الان شما رو دارن میجبن، افکارتونه، وجودتونه، شبا نمیذارن راحت بخوابید، نمیذارن راحت زندگی بکنید، نمیذارن همون لقمه نانی رو که با هزار بدبختی به دست میاد راحت بتونید قورتش بدید. دلیلی که شما رو ترسوندن، نه ترسید عزیز من. ببینید افرادی که بی‌تعارف بگم ملی هستن مثل من، برای اون مملکت دلم نسوزه، برای اون معاشق اون سرمیم و بسیجی اونا، اون جبونه هم گونه این کردن. فرماندهانی که وقت دارن و به مردم موقع میشن، روی چشم مردم هستن، روی چشم خواهند بود. میخوام راجع به یه موضوع، هر چیزی که دوست داری خانم سفیده صحبت بکنید، راجع به هر چیزی که توی تنده ها هست میخوام، چون ما خیلی زیاد وقت باقی نداریم، بیشتره به احتمالا بیشتر نیست. و خانم بسیار عالی. آقای دکتر، شما به نکات خیلی خوب و البته متعددی اشاره کردین. من اگر اجازه بفرمایید برگردم به اون داستان ریزشی که فرمودید، یک اشاره‌ای بکنم که همونطور که فرمودید دقیقاً برمیگرده به همون مسئله دروغ گفتن. یعنی وقتی که یه افرادی گرد هم میان حول یه در واقع یه کامیونیتی رو با هم تشکیل میدن، تا زمانی که اون افراد به همدیگه اعتماد داشته باشن و باورهای مشترک داشته باشن، اونها با همدیگه خواهند بود. ولی اگر که این وسط بحث دروغ گفتن پیش بیاد و این افراد متوجه بشن که بهشون دروغ گفته شده و آرمانهایی که داشتن، اون اهدافی که داشتن در جهت اون چیزی نیست که در عمل داره اجرا میشه، خب قطعا متوجه میشن که بهشون دروغ گفته شده و اولین اتفاقی که میفته اعتماد از بین میره. این وسط اعتماد از بین میره، فرد احساس ناامنی میکنه و دیگه خودش رو متعلق به اون کامیونیتی نمیدونه. و دقیقا اتفاقی هست که حالا در مورد این داستان ریزش هایی که گفته میشه اتفاق میفته، در حقیقت همین هست که افراد متوجه میشن که خیلی چیزهایی که باور داشتن و فکر میکردن داره انجام میشه در واقع دروغ هست و اون اعتماد در واقع از بین رفته. و خب خیلی مسئله مهمی هست این قضیه. و صحبت دومتون من فقط فراموش کردم که راجب افرادی که فرمودین که کشتن و بحث این که حالا اگر که یک زمانی یه سری تغییرات تو سیستم ایجاد بشه افراد کشته میشن، من خب کاملا با شما موافق هستم. شما من یاد این خاطر این انداختید که یک پزشک وقتی که یک بیماری داره موظفه که درمانش کنه. حالا این بیمار هر کس که باشه، میخواد بدترین آدم روی زمین باشه، میخواد بهترین آدم روی زمین باشه، و ما هم هممون به عنوان یک ایرانی قبل از هر چیزی همدیگر به عنوان یه هموطن میبینیم. و من فکر نمیکنم که کسی که ایرانی باشه و هم نوع دوست باشه هیچ وقت حاضر باشه که کسی که عقایدش با عقاید خودش همخونی نداره بهش آسیبی بزنه یا کشته بشه. حالا ببینیم با خانم رشیده، میخواستم یه سه چهار دقیقه افراجه به اینه که در برابر این همه دروغگویی اصولا ما چه بکنیم؟ ما الان چه چاره ای داریم؟ خیلی سوال مشکلیه، ولی بفرمایید.
من سپاسگزارم از سوالتون. اول برنامه من یک شعری از سعد از فردوسی گفتم که توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. این دلیل اینکه من این شعر رو آوردم وسط به خاطر این بود که همینطور که خانم دکتر سپیده و خود شما به درستی گفتید، مسئله اعتماد وقتی که از بین بره، ما نمیتونیم دیگه منتظر کسی نفر بعدی بمونیم تا بیاد و بخواد دوباره دست ما رو بگیره و برای ما کاری انجام بده و بعد ما اعتماد دوباره بکنیم. مسئله اینجاست تا اون موقع پیش بیاد، شاید خیلی از اتفاقات منفی دیگه اتفاق پیش بیاد، شاید خیلی از انسانهای دیگه از بین برن. و اگر که هر فرد ایرانی مثل همیشه که بوده در طی تاریخ، ما اینو دیدیم، ما الان هم داریم، تعداد زیادی داریم که مبارز هستن، تعداد زیادی داریم که تحصیل کرده هستن، ثروت در ایران خیلی زیاده و میبینیم که یه عده‌ای هم ازش بهره برداری مثبت میکنن، هم به هر حال یه عده‌ای هم متاسفانه گذاشتن رفتن، ولی اون عده‌ای که الان اونجا هستن، حتی کسایی که خارج از مملکت هستن، هر چی که ما بیشتر و عمیق‌تر بشناسیم که چی هست، چه اتفاقایی داره میفته و در نتیجه وظیفه فردی هر شخص، مثل خود من مثلا، وظیفه فردی من چی هست که من چطور میتونم خودمو بیشتر آگاه بکنم، خودمو چطور بیشتر میتونم ادوکیت بکنم، بشناسم محیطم و بشناسم احتیاجاتی که داریم و چطور دیگه میشه رفت که بتونیم احتیاجات نه فقط خودم رو برطرف بکنم، بلکه کمکی باشم برای همسایم، کمکی باشم برای گروهی که حداقل میشناسم. پس اونجاست که دانش من میتونه کمک بکنه، اونجاست که در حقیقت دانش اینجا مدرک تحصیلی نیست، بلکه بینش منه، بینش من داره چه کمکی میکنه و اگر کمکی نمیکنه چطور من اونو گسترش بدم، چطور بتونم آدم مفیدی باشم که دیگه نخوام منتظر بمونم تا یه گروهی یا یک نفری بیاد دست منو بگیره. پس باز هم برمیگردیم به مثلهای زیبای ایرانی که از ماست، که بر ماست، یعنی خودمون باید بلند شیم، خودمون باید ببینیم که نمونیم، منتظر نمونیم، برای اینکه این انتظار میبینیم که تا الان تقریبا به هیچ جایی نرسیده. پس خودمون هستیم که بایستی اون به قول معروف آگاهی رو به خودمون بدیم که بتونیم کاری از پیش ببریم. حالا چطور دیگه اونم خودش مشکلات خودشو داره. خب ببینید، بسیار منطقیه. ببینید، ما معمولاً اگر بخوایم ایجاد تغییر بکنیم، ایجاد تغییر معمولا رنج‌های خودش داره. شما بچه ها وقتی یه روز عادتشون رو عوض میکنید گرفتاریه، و حتی یه بچه شیرخوره وقتی که اون سر پستونتی که به قول معروف من چیز دیگه بلد نبودم به جاش بگم، مثلا بذارن سر بطری عوض بشه، ممکنه اون نخواد بخوره شیره، اینقدر تفاوت میکنه. ببینیم، ما یا به وسیله آموزش میتونیم یک کارایی رو انجام بدیم، این کاری که الان داریم میکنیم، کوشش بکنیم که مردم واژه ها رو به درستی بفهمن. وقتی اسمی از کرامت میاد و شرف میاد، از انسانیت میاد، بفهمن معنی این چیزا چیه، معنی این حرفا، و ببینن کیا دارن کیا ندارن. اینا این قضاوت هایی که دارن. خب روانشناس های کشور ما یه مقداری به دلایل مختلف خیلی خاموش بودن، گویی که کردن یک کاراری، ولی خارج از ایران که اومدن یه مقداری قوی تر بودن، یه مقداری بیشتر صحبت کردن. جامعه شناسای ما، اونایی که بسیار شجاع بودن، بقیه من خیلی هاشون فرار کردن اومدن و
در تلویزیون های متفاوت میبینمشون و گوش میکنم به حرفاشون، بسیار دماره مطلعی هستم، ولی در واقع اونهای وابسته به روانشناسی کار میکنم، مثل اونهایی که مثلا تکست تراپیست هستن. حالا همه مثل شما خانم دکتر رشیدیانی نیستن که به طور کلی فامیلی تراپی رو تو چکشون داشته باشم برم سکس تراپی بشم. من بارم نمیشه گروهی رو که یک دفعه شما نگاه میکنید توی این رسانه های متفاوته که هست، مثلا تو تلفن یک دفعه میبینی که 50 تا سکس تراپیست از ایران تماس بگیرن. این هم یک کلمه راجع به مسائل زندگی نیست که صحبت بکنه، فقط و فقط راجع به مسائل جنسی حرف میزنم و میدونم که خوب میترسم، نگران هستم، بایدم نگران باشم به دلیل اینکه حتی راجع به مسائل جنسی هم که صحبت میکنم در حقیقت من یه مقداری شجاع هستم، منتهی این شجاعت رو بردن توی این قضیه که بعد بگن شوخی کردیم. ولی به طور کلی من فکر میکنم که ما همه ما نیاز داریم به این که یه وظیفه ملی داریم. وظیفه ملی ما اینه که عاشق ایران زمین باقی بمانیم. وظیفه ملی ما اینه که اونهایی که برای بزرگداشت ایران کار میکنن و قدرشناس نیکی هایی که در اون سرزمین وجود داشته هستند، وقتی که این افراد با هم بتونن به همیهن خودشون نشون بدن خوب، اون تفکر آدم کشانه، اون تفکری که همیشه این کلام رو و این راه رو منطقی میدونه که باید سرکوب کرد، کشت تا به نتیجه رسید رو عوض میکنن. شما را بکنید آدم، دنیا دنیای عوض شده ای هست و من و شما نمیتونیم 1400 پیش زندگی بکنیم. بهشون احترام میکنیم، بهشون احترام میکنیم در جای خودشون، برای خودشون صحبت هایی کردن، حرف هایی زدن. اونهایی که میخوان از اون استفاده بکنن مورد سوال با هستم. من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم، اگر وقت داشته باشم میتونم این موضوع به من گفتن 2 دقیقه دیگه وقت داریم. بسیار خوب، من ابتدا یک جمع‌بندی بکنیم. درود بزرگترین و آسیب رسانترین چیزی است که الان در کشور ما جاری. چرا مردم از آقای پزشکیان مثلا ناراضی هستم؟ ما حرف سیاسی نمیزنیم، تمام این صحبت که فقط واقعیت ها در اینکه دروغ گفته به مردم، در اینکه دروغ داره ادامه میده. حالا شما خودتون قضاوت بود، ما در ایران بودی، شما راجع به این مسئله روسری، این دختر جوان چجوری از روسری کنید به اینجا رسید؟ در هر حال خیلی ممنون آقای اشبارتی، ممنون خانم سفیده و دکتر سفیده و ممنون خانم دکتر رشیدیان. بازوی شما مردم که به ما گوش سپردید، سپردن باد ایران. خدا نگهدار. خدا نگهدار.